بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. توزیع کمک‌های رمضانی هیئت فرهنگی صادقیه در شهر بصره. هشدار یک مقام بلژیکی درباره وضعیت زندانیان بحرینی. و تخریب قبور و ذریح‌های موجود در لیبی توسط سنی‌های تندرو. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی. جدیدترین اخبار شیعیان جهان تقدیمتان می شود. به مناسبت حلول ماه با برکت رمضان 1442، هیئت فرهنگی صادقیه وابسته به دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی حادثه صادق حسین شیرازی دام از الله در شهر بصره عراق کمک‌های رمضانی خود را توزیع کرد. در این اقدام نیکوکارانه ده ها بسته مواد غذایی به دست خانواده های نیازمند و ایتام و همچنین خانواده های طلاب علوم دینی رسید. اهدای بسته های معیشتی به نیازمندان در ماه مبارک رمضان از جمله توصیه های آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان است که هر سال توسط مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه در نقاط مختلف جهان به اجرا در می آید. نماینده مجلس سنای بلژیک نسبت به انتشار ویروس کرونا در زندان‌های بحرین که جای زندانیان را تهدید می‌کند به شدت هشدار داد. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، فیلیپ کورارد در جلسه‌ای که صوفی ویلیمیس وزیر شئون خارجی بلژیک در آن حضور داشت، پرسشی خطاب به وی مطرح کرد و گفت: آیا از وضعیت انتشار ویروس کرونا در زندان‌های بحرین خبری دارید؟ موضوع کشور ما در این باره چیست؟ این موضوع بسیار نگران کننده است، زیرا جان زندانیان بحرینی در خطر است. وی همچنین گفت باید هرچه سریعتر برای انتقال زندانیان مبتلا به کرونا به مراکز پزشکی اقدام شود تا هم جانشان به خطر نیفتد، هم از انتقال ویروس به دیگر زندانیان جلوگیری شود. فیلیپ کورار در ادامه افزود: گزارش اخیر پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در بحرین که 11 مارس 2021 منتشر شده هم نشان دهنده نگران کننده بودن وضعیت در این کشور است. در واکنش به این اقدام از سوی این نماینده بلژیکی، سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق در بحرین ضمن استقبال از آن از فیلیپ کورارد به خاطر این اقدامش تشکر کرد. یکی از غیر منطقی ترین رفتارها و اقدامهای سنی های تندرو در چند سال اخیر تخریب قبور و اماکن مقدس به بهانه شرک بودن آن است. آنها در سوریه و عراق و برخی دیگر از نقاط جهان ده ها مکان مقدس و قبر متعلق به پیامبران الهی و ائمه علیهم السلام و یا افراد سرشناس در تاریخ اسلام را منفجر و تخریب کردند. در همین راستا اخیراً گروهی که خود را وهابیون لیبی معرفی می‌کنند به تخریب قبور و ذریح‌های موجود در این کشور اقدام ورزیدند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. منابع رسانه‌ای لیبی با انتشار گزارشی از تخریب برخی قبرهای موجود در یکی از قبرستان‌های لیبی خبر دادند. این رسانه‌ها در این باره نوشتند گروهک‌های افراطی که مورد حمایت عربستان سعودی هستند در اقدامی تروریستی به تخریب برخی از اماکن تاریخی و اسلامی و نیز نمادهای موجود در این کشور اقدام ورزیدند. این گروه های افراطی پیش از این به تعدادی از اماکن تاریخی و اسلامی حمله کرده و آن را منهدم کرده بودند، اما بعد از اقدام موج شدید اعتراض و انتقادها متوجه آنها شد، لذا کمی از فعالیت خود دست کشیده بودند. اما این روزها سر و کله آنها دوباره پیدا شده است. رسانه های لیبی افزودند گروه های افراطی
اخیراً به بهانه تمیز کردن قبرستان سیدی ابن فافی در شهر تاج و را در لیبی وارد آن شده و چند ساعت بعد با تخریب تعداد قابل توجهی از قبرها آن مکان را ترک کردند. این در حالی است که در لیبی تمیز کردن قبرها مانند بسیاری از کشورهای جهان وظایف شهرداری به شمار می رود. اما افراطی ها که دنبال اجرای طرح خبیثانه خود بودند این موضوع را بهانه قرار دادند. در ادامه این گزارش آمده این خرابکاران افراطی ذریح سیدی ابن وافی که از چهره های مورد احترام شهر بوده و یکی از زیارتگاه های مردم بوده را با خاک یکسان کرده و درختان زیتون که در کنار اتاقه که محل دفن وی بوده را قطع کردند و دیوارهای اتاقک را آتش زده و فوراً محل را ترک کردند. این گزارش همچنین افسود افراطیون بدون احترام گذاشتن به احساسات و اعتقادات خانواده های افراد خاک شده در این قبرستان دست به تخریب آن زده و آن را ویران کردند. انجمن دانشجویان مسلمان در دانشگاهی در ایالت ایندیانای آمریکا با برپای ضیافت افطاری برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه فلسفه ماه رمضان و اصول دین اسلام را برای آنها تشریح کردند. اعضای انجمن تازه تأسیس دانشجویان مسلمان در دانشگاه ترین در ایالت ایندیانای آمریکا با برپای ضیافت افطاری برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی آغاز ماه رمضان را جشن گرفتند. حمزه طارق، کارشناس ارشد مهندسی بیولوژیک و رئیس این انجمن در سخنرانی خود خطاب به حضار گفت: ماه رمضان ماه تأمل معنوی است. ماهی است که 1.6 میلیارد مسلمان از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب نمی‌خورند و نمی‌نوشند. طارق افزود در این ماه ما نه تنها از غذا خوردن بلکه از غیبت یا دروغ پرهیز و سعی می کنیم از انجام عادتهای بد خودداری کنیم و معنویت خود را رشد دهیم. وی ادامه داد ماه رمضان ماه تأمل درونی و زمان خوبی است تا با خود و خانواده خود نزدیکتر شوید و سعی کنید خود را به یک شخص بهتر تبدیل کنید. ده‌ها دانشجو و عضو هیئت علمی در ضیافت افطاری که برگزار شد شرکت کردند. این رویداد به دلیل رعایت پروتکل‌های ایمنی مربوط به کووید 19 به 50 شرکت کننده محدود شد. اعضای انجمن دانشجویان مختصراً تاریخچه ماه رمضان و اهمیت این ماه مبارک برای مسلمانان را برای میهمانان شرح دادند. مقامات ایالت تلنگانه هند اعلام کردند کارمندان مسلمان بخش دولتی می توانند در ماه رمضان محل کار خود را زودتر ترک کنند. همه کارکنان مسلمان اهم از قراردادی و شرکتی می توانند تا پایان ماه مبارک رمضان ساعت 16:00 محل کار خود را ترک کنند تا به عبادات این ماه برسند. سومش کومار رئیس اداره امور اقلیت‌های ایالت تلنگانه اعلام کرد این تصمیم بنا به درخواست این اداره از دولت این ایالت انجام شده است. تلنگانه 12 ایالت بزرگ هند است و بر اساس سرشماری سال 2011 حدود 35 میلیون نفر جمعیت دارد. از این تعداد حدود 4 میلیون نفر مسلمان هستند. مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام همچون سالهای گذشته به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه برنامه‌های تولید کرده و به 5 زبان زنده دنیا پخش می‌کند. امسال روزانه 75 برنامه زنده و غیر زنده در این شبکه در ماه مبارک رمضان پخش و تقدیم مخاطبان می‌شود. از مهمترین برنامه‌های این مجموعه رسانه‌ای پخش زنده ختم قرآن کریم از حرم مطهر علوی، حرم امام حسین و حرم حضرت عباس علیه السلام است. از دیگر ویژه برنامه‌های این شبکه پخش زنده سلسله مباحث مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی حادثه صادق حسین شیرازی مدظله است که هر شب ساعت 22:30 به وقت شهر مقدس قم پخش می‌شود. گفتنی است مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان 1442
روزانه در مجموع 3000 دقیقه برنامه به 5 زبان زنده دنیا از شهرهای کربلا، نجف، قم، سیدنی، لندن، هندوستان، باکو و استانبول تولید و پخش می کند که در این میان شبکه فارسی با 707 دقیقه برنامه، شبکه عربی با 600 دقیقه، شبکه انگلیسی 515 دقیقه، شبکه اردو 609 دقیقه و شبکه ترکی 569 دقیقه برنامه زنده برای بینندگان خود تولید و پخش می کنند. از مهمترین برنامه های شبکه عربی با حضور 24 نفر از شخصیت های مشهور عرب زبان لیلتون فل قبر یک شب در قبر است که با استقبال بی‌نظیر بینندگان مواجه شده است. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.